رقیه، دختری 17 ساله که هفته قبل به دلیل تشنج یکی از علائم شایع بیماران دیالیزی جانش را از دست داد. رقیه در آخرین مرحله صف پیوند بود. قرار بود پدرش کلیه‌اش را به او اهدا کند تا نور چشمش دوباره سر پا شود و رویاهایش را دنبال کند و مثل همه یک زندگی عادی داشته باشد. امیدی که پشت دیوار بخش پیوند عضو در کرمان پرپر شد. ما اعلام کنم یا 20 تا بمیره، به خدا من همین جبه در میشینه تا بمیره. اعلام کنم بگه آقا 20 تا بمیره، 20 نفر بیسیکی میتونه پیوند میزنه، به خورم همین علم هم از را جبه در میشینه تا بمیره. بابا بقیه جون سالمه در بمیرم، یه چه وضعیه، چه وضعیه برامونی روز کنه. در به بخش پیوند بیمارستان افضلی پور ما هاسکی قفل است. آنچه دیدید ویدیویی از اعتراض یکی از 38 خانواده است که با وجود پیدا کردن دهنده عضو ماه‌هاست که به دلیل تعطیلی بخش پیوند این بیمارستان منتظر ماندند. چهارشنبه 3 آبان این نمایی از تجمع خانواده‌های بیماران کلیوی در اعتراض به تعطیلی بخش مقابل بیمارستان افضلی پور است. مطمئن کارهایی که چیو کردن برای پیوند. حالا رسیدم به مرحله آخر، میگم بخش پیوند بسته است و شما نمیتونید، باید دیگه شهر دیگه و همه ی هزینه ها رو من دوباره باید تقبل کنم برم شهر دیگه با دهنده دیگه با این کارها رو انجام بدم. من 6 این کارها رو انجام دادیم، دو ماه خورده ایمان داره میگذره، از احتمال این که 6 بشه کل آزمایش ها دوباره از سر باید انجام بشه. من رفتم پیش 250 کیلومتر انداختم اومدم اینجا نزدیک 2-3 سال پای رفتم پیششون، میگه که ان شاء الله درست میشه. نزدیک 4 ماه هست که ما الان فقط اینو میگیریم بخش پیوند. ما اون درمان میگه آقا مشکل دکترها پول زیادی میخوان. ما الان جواب پول زیاد خواهی دکتران ما ببینیم. میگه او دکتر میگه مسئولیت اجتماعی نداره، میگه نباید کار ما رو انجام ده، میگه قسم خورده نیست. الان بخشو بستن. آقای سیوندی بند خدا پیوند زده. برج چند بودی تو شفا بهسری بودی؟ برج 5. آقا تو بیمارستان شفا بهسری بود، تو بخش نفرولوژی شفا بهسری بود، یه بخش عمومیه، بیمار کرونایی تو اون بخش هست، بیمار آنفولانزایی هست، همه کس میاد و میره. کسی که کلی پیوند زده کراتینش بالا پایینه باید تو بخش بهسری شی که آقا مریضی نباشه، بخش ایزوله باشه، میباید ایجی بهسری باشه. بخاطر اینکه بخش ایجی بهسری بوده آقا تو بعد تو بیمارستان شفا بهسری بوده. کلیه آقا پس بزن کی جوابش میده؟ قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی کرمان اما صراحتاً تعطیلی بخش را نمیپذیرد. او میگوید مسئولیت ما تجهیز بخش است که انجام شده. تعطیل بودن بخش به معنای اینکه هیچ گونه فعالیت درمانی در بخش انجام نمیشه نه. علتش رو هم به این در واقع دلایل من هم به این ترتیب هستش که درسته که ممکن استش که عمل پیوند کلیه از اهدا کننده ای که زنده هست و تمایل به اهدای کلیه خودش داره به یک فردی که نیاز به پیوند کلیه باشه تا حدی در واقع متوقف شده باشه، اما موارد مرگ مغزی که در واقع افرادی اعضای بدن خودشون رو اهدا میکنن که ما واحد در واقع اهدای اعضا در کرمان داریم، حداقل 2 مورد در طی همین ماهای اخیر که منجر افرادی بودن که منجر به مرگ مغزی شده بودن پیوند کلیه در موردشون صورت گرفته. آقای خزالی، همین هفته گذشته یک بیمار مرگ مغزی منتقل شده به دلیل بسته بودن بخش، منتقل شده به جای دیگه، منتقل شده به تهران. اونو بررسی میکنیم، اما طبق گزارشاتی که در واقع ما از معاونت درمان اون و واحد پیوند اعضامون داریم، مرگ مغزی ها به هیچ وجه در واقع مورد توقف فعالیت در واقع پیوند اعضا قرار نمیگیرن و پیوند انجام میشه. دلیل تعطیلی بخش پیوند اما تعرفه‌های پایین پرداختی از دید تیم پزشکی پیوند عضو است. تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت تعیین کرده و تیم پزشکان پیوند در کرمان زیر بارشان نرفتند. همین اختلاف حالا کار را به تعطیلی بخش پیوند کشانده. دود اختلاف بر سر تعرفه به چشم بیمار و خانواده آنها رفته. ساختار بخشنامه وزارتخانه هم آنقدر منعطف نیست که جلسات میان مدیران علوم پزشکی و تیم پیوند منتهی به توافقی شود. ما همه شرایط بستر، اتاق عمل، پرستار، دارو، نمیدونم پرداختایی که باید داشته باشیم انجام بدیم. به نظر میرسه، اینو باید از زبان خود دوستان پرسید، به نظر میرسه که بحثشون در واقع اصلاح تعرفه هاست
اون چیزی نیست که از عهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تنهایی در بیاد. هم یک دستور وزارتی است و یک دستور دولتی و قانونی است. بعدی است ما در واقع نقطه نظرات دوستان رو به ستاد مرکزی وزارت بهداشت منعکس کردیم و تا وقتی که پاسخی در واقع در جهت اصلاح تعرفه ها صورت نگیره ما قانونا مکلف هستیم که اون تعرفه های قبلی رو انجام بدیم. بنابراین یه فازش دیگه از در واقع حدود توانایی و فعالیت ما خارج میشه. آی دکتر الان ببینید یک بخشی از زیر مجموعه شما حالا میشه گفت شاید حتی تخطی کرده، به هر حال دست رو عمل کشوری هست، باید با این نرخابیان کاری انجام بدن و الان بیمار دو ماه با وجود اینکه دهنده رو پیدا کرده عمل جراحیش انجام نمیشه و داره همچنان دیالیز میشه. الان شما برای این زیرمجموعه نمیخواین کاری انجام بدین؟ هیچ برخوردی نمیشه انجام داد؟ پزشکو عوض کردی هر چی به دیگه؟ بله آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم دانشگاه به شکل در واقع مستمر و پیگیری جلساتی رو با همه این بزرگوارانی که در واقع در تیم پیوند هستند داشته، نقطه نظراتشون رو شنیده، صحبتاشون رو شنیده. همونطور که عرض کردم تمامی موارد درخواستی دوستان که تا حدی هم در واقع قابل قبول بوده قابل اجرا شدن و تمام شدن و البته در فاز بعدی هم تذکرات لازم جهت این که این کار باعث استارت بخوره و شروع بشه به بزرگواران داده شده و من مطمئن هستم، انتظار دارم که قطعا این دوستان بزرگوار هم با درک شرایط موجود بتونن این انتظار جامعه رو برآورده بکنن. قطعا طبق شواهد نوبت عمل تمام افرادی که از اردیبهشت ماه نوبت عمل داشتند به تعویق افتاده. بیش از 30 خانواده با داشتن دهنده کلیه معطل ماندند و هر هفته 3 الی 4 بار دیالیز و سردردهای شدید و تهور را تاب می آورند. نمی دانیم چقدر از این افراد شانس می آورند و به سرنوشت رقیه دچار نمی شوند. علی‌رغم اصرار این رسانه، هیچ زمان مشخصی از سوی مدیران دانشگاه هم برای بازگشایی این بخش اعلام نمی شود. سوگندنامه بخرات هم که گویا در این مورد جوابگو نیست و این تعرفه است که بایستی به داد بیماران پیوندی برسد. مرضیه قاضی‌زاده، کرمان‌نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.